با نام ودای خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و بخیر خدمت تک تک شما بینندگان عزیز برنامه ورزش. توجه شما رو به تازه های ورزش افغانستان و جهان جلب می کنم. امید که مثل همیشه با ما همراه باشید. ابتدا خبرهای ورزشی. ناامنی ها چالش جدی در برابر کوهنوردان هرات. شماری از کوهنوردان هراتی می گویند به دلیل ناامنی ها نمی توانند برای تمرین به کوههای دور از شهر بروند. آنان از دولت می خواهند در این مورد آنان را کمک کنند. کوهنوردی یکی از رشته های پرطرفدار در هرات است و علاقمندان زیاد دارد. همکارم فرهاد توحید در این مورد از هرات برای من گزارش دارد که با هم می بینیم. کوهنوردی یکی از رشته های برتر ورزشی می باشد که به دور از هیاهو و سر و صدای جوامع شهری به انسان می آموزد که در محیط پاک، سرسخت و زیبای کوهستان چگونه پرورش یافته و زندگی کند. وقتی کوهنوردی میکنین حس میکنین تمام استرس هایی که در جریان فعالیت های روزانه ما هست از بین میره و احساس میکنین با یک زندگی جدیدی فعالیت ها خود آغاز میکنین. و کوهنوردی با ورزش ها دیگه تفاوت این است که در این رقابت نیست، بیشتر رفاقته، با هم صمیمیت دوستیه. کوهنوردی یک ورزشی است که به نوعی می شود گفت که ابزار و وسیله‌اش طبیعت که همان کوه و قلل کوه هاست می باشد. از این رو کوهنوردان هرات به خاطر ناامنی های به وجود آمده در کشور و ولایات نتوانستند در طی 2 سال گذشته به درستی تمرینات خیش را ادامه دهند. لازمه ورزش کوهنوردی کوهستان هست، کوهستان های مرتفع که ما متاسفانه در نزدیکی هرات همچنان کوه های نداریم. کوهایی که ما داریم یک ملاناسپنج که در 35 کیلومتری قرار داره، یک کوه دوشاخ، کوه چلمستان رباط پیه که در حدود 45 کیلومتری شهر قرار داره که در اواخر به خاطر شرایط بد امنیتی ما توانایی نداشتیم که به این کوه سفر کنیم و این کوه صعود کنیم. کوهنوردی در سال 1384 در هرات تأسیس شد که تاکنون در این فدراسیون کوهنوردان در 2 رشته کوهنوردی و صخره تمریناتشان را به پیش میبرند. و اما نوجوانان فوتبال افغانستان برای حضور در جمع 4 تیم برتر سوبراتو کپ هند فقط 1 گام دیگر دارد. پس از کسب 3 پیروزی متوالی تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در رقابت‌های سوبراتو کپ هند، تیم فوتبال پنجاب پاکستان از حضور در مقابل شاگردان سعید هادی کاظمی انصراف دادند. افغانستان که در 3 روز اول رقابت‌ها با نتایج پرگل و خیره کننده 22-0، 3-0 و 8-0 حریفان سریلانکایی و هندی خود را به زانو در آورده بودند. روز گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی باید به مساف تیم پنجاب پاکستان می رفتند، اما به دلیل عدم حضور نماینده این کشور در مقابل تیم زیر 14 سال افغانستان این بازی لغو و نتیجهش 3-0 به سود افغانستان اعلام شد. تیم ملی زیر 14 سال کشورمان در حال حاضر با توجه به نتیجه مسابقه روز گذشته 36 گل در 4 بازی به ثمر رسانده و هیچ گلی دریافت نکرده است. قرار است امروز حریف 1/4 نهایی نوجوانان افغانستان برای مساف فردا مشخص شود. به این منظور مصاحبه زنده داریم با سعید هادی کاظمی، مربی جوان تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان، و در خصوص آمادگی تیم 14 سال ما برای بازی 1/4 نهایی با او صحبت میکنیم. سعید هادی جان سلام و درود، تبریک میگم پیروزی های درخشان تیم ملی زیر 14 سال در رقابت ها. سطح مسابقات را کلا چگونه ایدی؟ این نتایج نشان میده که تیم هایی که در رقابت ها حاضر شدن حریفان خوب بر افغانستان نیستند. در ابتدا سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دانش و تمام مردم خوب افغانستان از طریق برنامه خوب شما. سطح مسابقات به هر صورت نسبت به سالهای گذشته چون با توجه به سرمایه گذاری که هند بالای فوتبال خود انجام میده تغییراتی آمده، نمیتونم بگم که نسبت به سالهای گذشته پایین تر آمده بلکه بالاتر رفته، اما به هر صورت قدرت فوتبال افغانستان نشان می‌ده و همچنین زحماتی که نوجوانان 14 سال افغانستان در طول 3 ماهی که توسط شخص خودم و
پرویز انصاری تمرینای خود انجام میتن، این نشان میده که اونا تانستن تمرینای خود بگیرن و با یک قدرت زیادتری در این مسابقات حاضر شوند. بسیار خب، آیا حریف یک چهارم نهایی شما مشخص شده یعنی هنوز منتظر هستین که امروز مشخص بشه؟ هنوز مشخص نشده چون به ساعت اینجا 15 دقیقه پیش مسابقهشون شروع شده و تا هنوز تا نیمه دوم خلاص میشه، یک ساعتی را در بر خواهد گرفت و انشاءالله ساعت 5 مشخص خواهد شد که حریف ما در یک چهارم نهایی کدام تیم خواهد بود. عکس العمل هندی ها از حضور تیم 14 سال افغانستان در رقابت ها و این گونه گلباران کردن حریفان، عکس العمل اونا چگونه بود در نسبت به سالهای گذشته؟ اونا افغانستان رو چگونه دیدن در این دوره؟ خب با توجه به این که ما بازی دوم در برابر یک تیم قدرتمند هند قرار گرفتیم و اونا کاملا شکل دفاعی گرفتن، در ابتدا خب فوتبال اینا نشان میده که اونا آمدن که کمتر گل بخورن و این که حداقل به مانند سریلانکا گلای زیادی رو دریافت نکنن و این که ما هر جایی که میریم عالم خوشی خدا رو شکر خبرها نشر میشه، بین مردم هندم هست و این که وقتی که میفهمن ما سریلانکا رو با اون نتیجه بردیم و از مرحله مقدماتی بدون گل خورده آمدیم با 36 گلی نسبت با توجه به 3-0 که در برابر پنجاب اعلام شد، 36 گلی که زدیم رفتارا فرق میکنه و این که مشخص میشه که افغان ها هستن و تیم 14 سال افغانستان نسبت به گذشته رویه بهتری دارن و ای که خیلی راحت تر با بچه های ما ارتباط برقرار میکنن. بسیار خب، حضور افغان ها رو گفتی، از مهاجرین ما بلخص محصلینی که در هند هستن و مردمی که از افغانستان جا زندگی میکنن، حضورشان چگونه از سایمین به ورزشگاه برای تشویق تیم ما یا نه به این مسابقات به خاطر که محدود هست از حضور تماشاشیان در ورزشگاه اکثرا جلوگیری میشه؟ نه، هیچ محدودیتی در قبال تماشاچیان نیست. ما روز اول مسابقات به دلیلی که خب مسابقه ما خیلی صبح وقت بود، محصله آمده نتونستن. در روز دوم نماینده محصله از سفارت آمده بود، همراهشان 5-6 تا از محصله آمده بودن، از متعلمینی که اینجا هستند در مکاتب اونا آمده بودن و برنامه ریزی به شکلی بود که اعلامیه حتی جور شده بود بخاطر بازی پنجاب ما روز یکشنبه، حتی در بین افغان ها بین دکاندارها این اعلامیه تقسیم شده بود و اونا برنامه به این بود که با بیرق زیبای افغانستان در استادیوم حاضر شدن که متاسفانه اون مسابقه لغو شد و ما لحظه‌ای که خبر شد مسابقه لغو میشه اونا رو در جریان ماندیم که سرگردان نشه. پیام های میایه همه آمادگی به این دارن که حتما بر مسابقه فردای ما شاهد حضور قابل ملاحظه از شهروندای افغانی، از هموطنان افغانایی که در هند هستن ما در مسابقه خواهد بودیم. بسیار خب، اما بازی پنجابتان تیم به ایالت پنجاب پاکستان در این بازی حاضر نشد برابر ملی پوشان فوتبال زیر 14 سال افغانستان، آیا دلیلش شما میتونید بگین این تیم آیا در سه مسابقه گذشته خودش حاضر شده بود برابر حریفان یعنی از اول رقابت ها اصلا نبود؟ تیم پنجاب تا بازی دوم حضور داشت و از بازی سوم به بعد نیامد و قطعا در برابر افغانستان حاضر نمیشد، هرچند که من متاسف هستم که اونا حاضر نشدن به خاطری که فعلا یک بازیکن ما به نام مصطفی محمدی با 6 گل در صدر جدول گلزنان این مسابقات ثبت کم هست و به همراه یک بازیکن هندی که اگر او حاضر میشد قطعا تعداد گلای مصطفی بالاتر میشد و ما حداقل از او بابت ضربه نمیخوردیم چون نتیجه را قطعا میگرفتیم در برابرش، حالی چی حاضر میشد چی نمیشد 3 امتیاز از ما شد. اما ما نسبت به این موضوع بازیکن هندی در 4 بازی 6 گل زده، بازیکن ما در 3 بازی که هم 2 بازی را ما کاملا نیمه دوم برش استراحت دادیم و او را چنج کردیم، یعنی کاملا فقط 2 بازی انجام داده. با توجه به اگر او حاضر میشد قطعا این به فایده ما بود و صحبتی هم که ما شده بود به هر صورت این مهمانداری که با ما هست از مسابقات سوپروت کپ دلیل عمدش هم همین گفته بود چون اونا گفتن که ما مطمئن هستیم نتیجه نمیگیریم در برابر افغانستان حاضر نشدن. جدیدترین رقیبتان در مراحل بالاتر کدام تیم هستن؟ بلخصی دو تیمی که امروز بازی میکنن و میالم گفتیم بازیشون شروع شده و شاید تا یک ساعت یک و نیم ساعت دیگه حریفتان مشخص شد، آیا فکر میکنین که اونا هم بتوانید براتی از پیش روی بردارین برین در جمع 4 تیم؟
ما با توجه به آمادگی هایی که وجود داره ما حتی از اندک امکانات استفاده کردیم، به خاطر دوری از استادیوم ها ما ممانعت کردیم که بچه ها را انتقال بدیم به خاطر خستگی رایشان که برن در استادیوم بخوایم در یک ورزشگاه تمرین بکنیم. از نزدیکترین امکانات و کمترین امکانات استفاده کردیم، تمرین های هماهنگیشان انجام دادیم و بچه های قدر آمادگی دارن. تیم بنگلادش تیم بسیار خوبی است که در این مسابقات اشتراک کرده، تیم مانیپور بهترین تیم است که اشتراک کرده و اونا قطعا میتونن یک حریف باشن برای ما. بسیار خوب، چی فکر میکنی خودت با آمادگی که بازیکنان گرفتن؟ ما فردا دیگه بازی داریم یا دیگه سبب مسابقه داریم در یک چهارم؟ نه فردا مسابقه یک چهارم نهایی ماست. بله، خب چی فکر میکنی آیا ما در جمع چهار تیم باشیم و بتونیم تا فاینال بریم با وجود همین تیم های قدره که هستن؟ با توجه به آمادگی بچه ها خیلی اطمینان بیمیدم و این بچه ها شایسته قهرمانی هستن. این روحیه که در اینا میبینم و حداقل این نمو حس قهرمانی در این بچه ها وجود داره و قطعا ما میریم برای قهرمانی و این که نمیخوایم اصلا این فکرم نمیکنیم که بخوایم در مرحله یک چهارم ما بخوایم بالای کسی حساب بکنیم که بخوایم اونا ما را حذف بکنن. نه، فقط بچه‌ها به امید قهرمانی میرن و این بچه‌ها لیاقت قهرمانی هم دارن. و سوال دیگه که غالبا به ذهن همه میان، غالبا تیمای میزبان از تمام امکانات استفاده میکنن که بتونن هر رقم شده جام قهرمانی را به دست بیارن. در دوره گذشته ما یاد ما هست که بعضی مسائل عقخوری از ملی پوشان نوجوان افغانستان ذکر شد که ما در دوره گذشته هم نایب قهرمان شدیم و گفتن که در بازی فاینال داور حق‌خوری‌ای کرد. تا چی اندازه بازیکنانتان را متوجه قضیه ساختین که دیگه به فکر و به پروای داور و ویسل داور نباشن و اونا فقط هم‌غمشان پیروزی در میدان باشه، نه بعد از میدان و بر صورت مشکلاتی که بعداً میتونه برای تیم ما خلق شوه؟ خب مثل که ارتباط ما با سیدعلی کاظمی قطع شده، به محض که دوباره ارتباط ما برقرار شده با او صحبت خود پی خواهیم گرفت. اما 16 تیم مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی فوتسال مشخص شدند. با پایان یافتن مرحله گروهی رقابت‌های فوتسال جام جهانی کولومبیا، تیم‌های حاضر در یک هشتم نهایی این رقابت‌ها مشخص شدند. در بازی‌های بامداد امروز ابتدا دو بازی از گروه پنجم برگزار شد که آرژانتین در برابر کاستاریکا تن به تساوی 2-2 داد و قزاقستان با 10 گل جزایر سلیمان را در هم کوبید. در گروه ششم آذربایجان تیم ایران را با نتیجه 3-3 متوقف کرد و اسپانیا با نتیجه نزدیک 4-3 مراکش را از پیش روی برداشت. مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال کولومبیا چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. خب اگر امکانم لطف کنم بگین که آیا ارتباط ما برقرار شده با سید هادی کاظمی مربی تیم نوجوان کشور ما یا خیر؟ بله، خب همونطور که پیشتر هم سید هادی کاظمی مربی تیم نوجوان زیر 14 سال افغانستان برای ما گفتن، این تیم با آمادگی کامل حاضر است که در بازی یک چهارم نهایی که فردا قرار است در دهلی برگزار بشه برابر حریفش قرار بگیره، هرچند که هنوز حریفش مشخص نیست. در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال سوبراتو کاپ که یک جام است بین تیم‌های مکاتب هند و مکاتب جنوب آسیا، هر ساله در یکی از شهرهای هند برگزار میشه که این بار این رقابت‌ها با میزبانی شهر دهلی نو در پایتخت هند برگزار شده. افغانستان در دوره گذشته رقابت‌ها موفق شده عنوان نایب قهرمانی بازی‌ها را کسب کنه، اما پیش از نایب قهرمانی سال گذشته افغانستان هرگز در این رقابت‌ها نتونسته در بین 4 تیم قرار بگیره. امیدوار هستیم که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال ما این بار بتونه که عنوان قهرمانی را به دست بیاره و شایستگی‌های خودش را ثابت کنه برای مردم افغانستان و بالاخص جامعه ورزشی کشور ما. خب به نظر میاد که ارتباط ما با سید هادی کاظمی برقرار نشده. آرزو میکنیم که اونا فردا در بازی یک چهارم نهایی بتونن که پیروز بشن و بتونن به جمع 4 تیم صعود کنن. تشکری سپاس فراوان از حضور شما ایزان تا این لحظه با ما در برنامه ورزش. از تلویزیون جهانی آریانا نیوز تا دیدار دوباره شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند حافظتان.